نظریه حقوقی پروفسور اریک داوید، استاد حقوق بین الملل. مسئولیت عراق در جنایت علیه بشریت در اشرف در اول سپتامبر 2013. وظایف شورای امنیت و دادگاه جنایی بین المللی، مسئولیت‌های سازمان ملل و دولت آمریکا. بخش سوم، امکان ارجاع پرونده به دادگاه جنایی بین المللی، مسئولیت ایالات متحده، نتیجه گیری ها. با توجه به اینکه وقایع اول سپتامبر 2013 در اشرف جنایت علیه بشریت است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی بین المللی کیفری است. اگرچه عراق عضو اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی نیست، اما وقایع اول سپتامبر به اندازه کافی وخیم هستند که بتوانند به وسیله شورای امنیت بر اساس فصل هفتم میثاق ملل متحد ماده 13 بند ب به دادگاه جنایی بین المللی احاله شود. به خصوص که شورای امنیت قبلا اظهار داشته است تجاوزات سیستماتیک، آشکار و تعمیم یافته به حقوق انسان دوستانه بین المللی و حقوق مربوط به حقوق بشر در شرایط مخاصمات مسلحانه بین المللی می تواند یک تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را ایجاد نماید. بر اساس همین استدلال بود که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد پرونده دارفور و لیبی را به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع داد. بر همین اساس جنایات ارتکابی در اشرف نیز از طریق یک کشور می تواند به وسیله شورای امنیت به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود. اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی در ماده 13 بند ب می گوید دادگاه می تواند صلاحیت خود در رابطه با یک جنایت مذکور در ماده 5 یعنی جنایت علیه بشریت را به کار گیرد. مسئولیت ایالات متحده در وقایع اشرف می تواند از دو منظر نگریسته شود، هم از منظر حقوق بین الملل انسان دوستانه و هم از منظر تعهدات قراردادی از جانب آمریکا نسبت به مجاهدین خلق ایران. وضعیت کنونی ساکنان اشرف نتیجه مستقیم مخاصمه مسلحانه است که آمریکا و انگلستان آن را در 2003 به عراق تحمیل کردند و مسلم است که قانون قابل اجرا در این مخاصمه به تبعات مستقیم مخاصمه استمرار می‌یابد. علاوه بر این، با توجه به ادامه اختشاشاتی که عراق در حال حاضر با آن دست به گریبان است، این قابل قبول است که این وضعیت با یک وضعیت مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تشبیه شود. به این نکته به طور مبسوط در نظریه حقوقی تنظیم شده این جانب در 2008 پرداخته شده است و استنتاجات آن به قوت خود باقی است و نیازی به تکرار آن نیست. در ابتدای سال 2009 کنترل اشرف و ساکنان آن که استاتوی اشخاص حفاظت شده از نظر کنوانسیون 4949 ژنو را دارند از طرف آمریکا به دولت عراق واگذار گردید. آمریکا همچنین طبق کنوانسیون 4 ژنو و بر اساس ماده شماره 45 این کنوانسیون در صورت خدشه وارد شدن به حفاظت آنها متعهد به اقدام است، زیرا ماده 45 تصریح می کند هنگامی که اشخاص حفاظت شده به دولت دیگری انتقال داده می شوند مسئولیت اجرای کنوانسیون در مدت زمانی که این موضوع به آن کشور واگذار شده بر عهده آن دولت است. معذالک در صورتی که این دولت الزامات کنوانسیون را به کار نبندد، دولتی که اشخاص حفاظت شده را انتقال داده است باید به دنبال یک تذکاریه به دولت مربوطه باید تدابیر مؤثر را برای ترمیم وضعیت و یا درخواست این که اشخاص حفاظت شده به وی مسترد گردند را به عمل آورد و آن دولت باید به این درخواست جواب مثبت بدهد. در اینجا به نظر می رسد که هیچ قدرت حفاظت کننده ای تعیین نشده
و عدم تعیین قدرت حفاظت کننده در منافات با کنوانسیون های ژنو است که تصریح می کند این کنوانسیون با کمک و کنترل قدرت های حفاظت کننده مسئول حفظ منافع طرفین نزاع به اجرا گذاشته می شود. این متن روشن است. صحبت از یک وظیفه است و نه اختیار. گرچه واقعیت این است که این تدابیر هیچگاه از زمان تصویب کنوانسیون های ژنو در مورد روابط در منازعات بین دو کشور در حال جنگ به مورد اجرا گذاشته نشده اند، اما تعیین قدرت های حفاظت کننده در جریان جنگ جهانی دوم به تأکید مورد استفاده قرار گرفته و این تدابیر ملغا نشده اند. در تاریخ 7 ژوئیه 2008 کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف طی نامه‌ای خطاب به ژنرال پتروس نوشت که از تاریخ 26 ماه می تا 4 ژوئیه 2008 اشرف دو بار هدف حمله موشکی قرار گرفت و دولت عراق هیچ واکنشی در قبال این حملات جنایتکارانه از خود نشان نداد. در تاریخ 4 دسامبر 2008 کمیته بین المللی حقوقدانان از آقای رایان سی کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق می‌خواهد که حفاظت اشرف را به مسئولین عراقی منتقل نکند و تاکید می‌کند که سازمان عفو بین الملل در بیانیه اقدام فوری ارجنت اکشن در تاریخ 7 نوامبر تهدیدات وارده علیه ساکنان اشرف را برجسته می‌کند. در تاریخ 22 اوت 2009 نایب رئیس پارلمان اروپا آقای آلخو ویدال کوادراس به فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق می‌نویسد در مورد کشتار 28 و 29 ژوئیه در اشرف که طبق هر استانداردی یک جنایت علیه بشریت بود، حداقلی که از شما انتظار می‌رفت این بود که به عنوان یک فرمانده ارشد نظامی ایالات متحده این جنایت را محکوم کرده و تضمین‌های لازم جهت پیشگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی را بدهید. علی‌رغم این هشدارها و فراخوان‌های مکرر به ایالات متحده که فقط تعداد اندکی از آن در اینجا آمده است، آمریکا اشرف را در دست عراقی‌ها با عواقبی که می‌دانیم رها کرده و ما نمی‌دانیم که طبق آنچه که ماده 45 کنوانسیون 4 ژنو مقرر کرده است، ایالات متحده چه تدابیر مؤثری اتخاذ کرده تا راه حلی برای شرایط بیابد. به همین خاطر ایالات متحده دو عمل خلاف قانون مرتکب شده است. اینکه هیچ نیروی حفاظت کننده ای را تعیین نکرده است و اینکه هیچ اقدامی جهت یافتن راه حلی در برابر نقض کنوانسیون 4 ژنو توسط عراق انجام نداده است. تعهدات دولت آمریکا در قبال مجاهدین خلق ایران. زمانی که نیروهای آمریکایی در سال 2003-2004 کنترل اشرف را به دست گرفتند، مقامات آمریکایی نیروهای چند ملیتی در عراق در آوریل سال 2004 با هر یک از ساکنان اشرف یک توافق فردی برای حفاظت از آنها در ازای تحویل گرفتن سلاح‌هایشان منعقد کردند. در سالهای بعد و در سالهای اخیر نیز مقامات آمریکایی درباره تعهدات حفاظتی آمریکا نسبت به ساکنان اشرف صحبت کرده. وزیر امور خارجه هیلاری کلینتون در اظهاراتی به مطبوعات میگوید ما نسبت به تمایل دولت عراق برای اجرای این طرح انتقال ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی خوشنود هستیم و انتظار داریم که دولت عراق همه مسئولیت‌های خود را به طور خاص مواد یادداشت تفاهم که سلامت و حفاظت ساکنان اشرف را تأمین می کند به اجرا بگذارد. ما از توافق دولت عراق برای اجازه استقرار تیمهای مانیتورینگ سازمان ملل در محل جدید در تمام ساعات و نظارت بر حرکت از اشرف به محل جدید استقبال می کنیم. علاوه بر این مقامات سفارت آمریکا در بغداد به طور دائم و منظم از این محل بازدید خواهند کرد. در تاریخ 29 دسامبر 2011
سفیر آمریکا دن فرید که مشاور ویژه در مورد اشرف است در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد سازمان ملل 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز بر کمپ لیبرتی در واقع کمپ لیبرتی سابق نظارت خواهد کرد. علاوه بر این سفارت آمریکا در بغداد از کمپ لیبرتی سابق به طور مرتب بازدید خواهد کرد تا نظارت جامعی داشته باشد. در پاسخ به سوالات خبرنگاران سفیر دن فرید روی نکات مهمی انگشت می‌گذارد. اینکه دیپلمات‌های آمریکایی در بغداد یک نظارت مرتب و پرقدرت در کمپ لیبرتی خواهند داشت و اینکه امنیت کمپ لیبرتی توسط حضور دائمی نمایندگان سازمان ملل تضمین خواهد شد. وزارت خارجه همچنین در یک سند متعهد می‌شود که سلامت و امنیت ساکنان را تا وقتی که آخرین فرد عراق را ترک کند مورد حمایت قرار دهد. در تاریخ 29 اوت 2012 و بعد از رسیدن ستون ششم حاوی 400 تن از ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی، سخنگوی وزارت خارجه ویکتوریا نولاند به مطبوعات اعلام کرد دولت عراق تلاش‌های قابل توجهی برای رسیدن به یک راه حل امن و مسالمت آمیز برای ساکنان کمپ اشرف به عمل آورده است و ما به اقدامات بعدی جهت پاسخ به مسائل انسانی که توسط ساکنان در لیبرتی مطرح شده است فرا می‌خوانیم. ایالات متحده نیز بر تعهد خود در حمایت از سلامتی و امنیت ساکنان طی روند بازسکان به خارج از عراق تاکید می‌کند. طی این اظهارات ایالات متحده متعهد می شود تلاش های خود را ادامه دهد تا از یک طرف مسائل انسان دوستانه کمپ لیبرتی را حل کند، تأمین برق و آب آشامیدنی و از طرف دیگر امنیت ساکنان این محل را تأمین کند. در اول سپتامبر 2012 سه مسئول عالی رتبه سیاسی آمریکا، فرماندار اد رندل، سناتور توریسلی و وزیر تامریج به رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی می نویسند که مأمورین وزارت خارجه آمریکا متعهد شدند اطمینان یابند که امنیت همه ساکنان اشرف در جریان پروسه جابجایی آنها به خارج عراق تضمین شود. آنها به او چنین می نویسند مقامات وزارت خارجه بر تعهد خود برای سلامت و امنیت کلیه ساکنان در طول جریان انتقال آنها به خارج از عراق تأکید کردند. در تاریخ 13 نوامبر 2013 معاون وزیر خارجه در امور خاورنزدیک در بازگشت از سفر خود به عراق و دیدار با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در استماع در کنگره اعلام کرد با مصمم هستیم تا آنجا که ممکن است امنیت آنها را تأمین کنیم تا اینکه آنها را از عراق خارج کنیم. ویژگی حقوقی این تعهدات در رابطه با حقوق بین المللی همچنین از این واقع نتیجه می شود که این تعهدات با ویژگی های یک توافق در حقوق بین المللی منطبق است. از یک سو طرفین توافق ایالات متحده و مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران موضوعات حقوق بین الملل هستند و از سوی دیگر تعهدات آمریکا متون بین المللی هستند که به نویسندگان آن را ملتزم می کند. شناسایی سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک سوژه در حقوق بین الملل به سال 1998 برمی گردد. امضا کننده این نظریه در نظریه دیگری که برای شورای ملی مقاومت در سال 2009 تدوین شده بود می گوید در یک گزارش مورخ 15 دسامبر 1998 آنسکام خطاب دبیر کل سازمان ملل می‌خوانیم که اشرف اعلام شده بود که تحت کنترل مقامات عراقی نیست. در آن زمان آنسکام کمیسیون ویژه سازمان ملل مأموریت داشت که در عراق همه محل‌ها از جمله اشرف را مورد بازدید قرار دهد و در گزارشش ریچارد باتلر به صورت دقیق اینطور نوشت در طول دوره مورد گزارش تیم‌ها بازرسی‌های سرزده از تعدادی محل که توسط عراق اعلام نشده بود انجام دادند و یک مورد استثنایی
تأسیساتی بود که به سازمان مجاهدین خلق ایران تعلق داشت. در مورد محل این تأسیسات اینطور اعلام شد که تحت کنترل مقامات عراقی نیست. در نتیجه یک گفتگو در مورد این موضوع شروع شد و سازمان مجاهدین خلق ایران در اصول پذیرفت که محلهایش قابل دسترس آنسکام، کمیسیون ویژه سازمان ملل باشد. سندی که ذکر شد بسیار آموزنده است. علاوه بر این که اثبات می کند که در نظر مقامات عراقی اشرف تحت صلاحیت قضایی آنها نیست و همچنین نشان می دهد که خود سازمان ملل این وضعیت را می پذیرد، زیرا مستقیماً با سازمان مجاهدین خلق ایران وارد مذاکره می شود تا به اشرف دسترسی پیدا کند. در پرونده ی حاضر یک توافق بین ایالات متحده و سازمان مجاهدین خلق ایران به منظور تعریف کردن تعهدات حقوقی یعنی تضمین سلامتی و امنیت کلیه ساکنان وجود دارد و اظهارات آمریکایی ها بیانگر تعهدات آنها به لحاظ حقوقی در رابطه با مجاهدین است. به خاطر تمامی دلایل که فوقاً ذکر شد، مسئولیت ایالات متحده در مورد حوادث اول سپتامبر 2013 هم شامل عدم پایبندی به وظایفشان در مورد کنوانسیون 4 ژنو است و هم شامل تعهداتی که از سال 2004 به اشرفی ها دادند. به عنوان نتیجه گیری و جمع بندی باید گفت طبق ماده 7 اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی که منعکس کننده قوانین عرف بین الملل می باشد، اعمال مرتکب شده در اول سپتامبر 2013 در اشرف جنایت علیه بشریت به شمار می آیند که می توان عراق را به آن متهم کرد. مسامحه نیروهای عراقی در مانع شدن از ارتکاب این جنایت ها و سهل‌انگاری مقامات عراقی در تحقیق پیرامون این جنایت ها و مرتکبین آن و محلی که ساکنان روبوده شده به آن منتقل شدند نیز قابل رسیدگی در دادگاه جنایی بین المللی است. با توجه به خودداری یونامی از اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مورد خطراتی که ساکنان اشرف را در بر می گرفت، جنایت های ارتکابی در اشرف پای یونامی و همچنین سازمان ملل را به میان می کشند. وضعیت اشرف یکی از عواقب مداخله آمریکا در عراق در سال 2003 و نتیجه مستقیم یک نزاع مسلحانه بین ایالات متحده و عراق است و بنابراین شامل قانون حاکم بر چنین شرایطی است که همان کنوانسیون 4 ژنو 1949 است. با وجود انتقال مسئولیت ساکنان اشرف به عراق، ایالات متحده باید در احترام به ماده 45 کنوانسیون 4 ژنو عمل کند و دست به اقدام بزند. ایالات متحده از طریق اظهارات نمایندگان خود در تمامی سالهای 2004 تا 2013 به لحاظ حقوقی متعهد به حفاظت از ساکنان اشرف است. این حفاظت بر مبنای کنوانسیون 4 ژنو و همچنین بر مبنای تعهدات مستقیم آمریکا در قبال تک تک اشرفی هاست.